سلام و تحیت و شاد باش و تهنیت و مژدگانی ما به مناسبت موکب بهار که در راه هست. شاه و شاه بانوی بهار از راه میرسن با هزاران هدیه و تحفه های رنگین برای قافله زیبایی و دانایی و نیکویی. فکر میکنم این از سر فیلیپ سیدنی، این سخن از سر فیلیپ سیدنی است که گفته که درسته که زیبایی در طبیعت خیلی هست، دلبری و رنگ و طرح و نقاشی خیلی هست، اما به ادبیات نمیرسه. و ما میخواییم که این پرواز رو امروز با غزل مولانا، و البته ممکنه که اینا اینقدر همه عزیز و نازنین هستن، از شکسپیر و ویکتور هوگو و گوته و اینها، از همه اینها اگر تونستیم بیتی اشارتی میاریم. من از رو که میخونم معنیش نیست که حفظم نیست، ولی میخوام از رو بخونم که یه وقت بیتی جا نیفته و کامل باشه. اگر نه اینها، ما با این شعرها بزرگ شدیم و اینها یه جزئی از وجود ماست. ای برادر، تو همان اندیشه ای، من همون شعرم، من همون موسیقی هستم که شنیدم، من همون زیبایی هستم که دیدم و فهمیدم. برابر این ما لحظه به لحظه رشد میکنیم با دریافتهایی که از طبیعت، از ادبیات، از هنر میگیریم. فصل بهار آمد، ببین بستان پر از حور و پری. بلا فاصله عالم رو پر میکنه از وصافات صفا و صف فرشتگان که بستان پر از حور و پری. حور به سیاه چشمان میگن و پری همونیست که فرنگی ها فری میگن بهش، که یعنی اینو فرشتگانی که معتقدن که در جنگل ها و در جاها برای آدم های خوش‌ذوق ظاهر میشن. فصل بهار آمد، ببین بستان پر از حور و پری. گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. چنان است که سلیمان بهار عرضه کرده، چون وقتی سلیمان خواستان ببینه تمام دیوان و ددان و پرندگان و خزندگان و آدمیان و خدمتگزاران همه رو سان میدید و انگشترشی که نشون میداد اینا همه صف میکشیدن، که این انگشتر در واقع امروز اگه بخوایم تعبیر بکنیم انگشتر فناوری در ادبیات، در فرهنگ جهانی که همه رو احضار میکنه. صدای شما رو در استرالیا احضار میکنه، صدای اون رو، عکس او رو. اینها در واقع سلیمان علم و سلیمان دانایی تبدیل شده و چقدر لذت بخشه که ما بر تخت پادشاهی نشستیم. الان مردم خبر ندارن، فکر کنن میگن ما فقیریم، اما هیچ کس از ما غنی‌تر نیست الان، که همه کتاب‌های دنیا در اختیار ماست، همه موسیقی‌های خوب دنیا از کنسرت چیزهای وین گرفته، وین و آلمان گرفته تا یونان و هند، و برسیم به در ایوان تاج محل که اون برای خود ما یک سالی این سیتاری زدن که هوش از سر ما پریده بود، یه ماشین هم گذاشته بودن که هرکی بیهوش شد ببرنش بیمارستان. و من یادم هست که شاید 3 ساعت یا بیشتر ایشون نوازنده بود، نوازنده یک نواخت، و هیچ کس خسته نمی شد، هیچ کس ملول نمی شد. حالا این سلیمان فناوری در اختیار ما هست الحمدلله، و ما هممون ثروتمندیم. هیچ کس را نشاید که دم از فقر و ناداری بزنه، در این که ما یه همچین امکاناتی داریم. حالا البته اون اگر غارتگرانی در عالم هستند و راهزنانی هستند و
نیازهای روزمره مردم رو اون جای خودش هست، اونها رو هم باید با همین وسیله نشون دادن انگشتر سلیمان هدایتشون بکنیم که عزیز من این کار هیچ سودی برای تو نداره، چون میخوان سود ببرن دیگه، نمیبرین سود رو. بهار یه نامه بلند بالایی است که خداوند هستی نوشته، همه چیزا رو، عشق بازی ها رو، این چیزا رو اونجا تو اون نامه آورده. چون یه نامه کوچیکی نیست که اینا، تا هر چی بری جلوتر و شب بشه و روز بشه تمام اینا رو میبینی. ای بهار تو نامه ای هستی که من برای او مینویسم. اونو کوزت ماریوس برای کوزت مینویسه که ای بهار تمام بهار رو من به عنوان یه نامه برای تو مینویسم که این شرح جمال خودت رو بخونی اینجا. ما تبریکمون همون ادبیات، همون هنر. چه تبریکی بالاتر از شعر سعدی و نظامی و فردوسی و شکسپیر و گوته و ویکتور هوگو که گفتش که تو کمپان سه تو پردانه، تو تو کلمه میگه دل آدم شاد میشه. تو کمپان یعنی وقتی فهمت کمه، اگه فهمت زیادتر شد تو کمپان سه تو پردانه، این همه رو میبخشی، کینه ها از دلت میره، که برای اینکه میفهمی که این نقش کلشی بوده و اگه همه رو فهمیدی تو کنفرانس تو پردانه. برابر این ما از این هدیه ها برتر نیست در روی زمین، و اگر میخواییم سودی ما ببریم، سودی این همه جواهر باید جمع بکنی شما، و یه نفر رو بیارین پارو بکنن، به قول بعضی از موبایل تبلیغات چیا و اینا میگن پول پارو میکنه، شما جواهر از نظامی که میخونین جواهر پارو میکنین. سعدی، حافظ، مولانا، نظامی، اینها جواهر دارین پارو میکنین. و ما از اینها در یه جایی من نوشتم که اگر ما فقیریم میخواییم یه جایی بریم هدیه بدیم و پولی هم نداریم، سکه هم نداریم، چیز قیمتی هم نمیتونیم بخریم، دوست شعر نظامی رو اگر بخونی این از همه اون ثروت ها بالاتره، از همه اون هدیه ها که بر سر در پای عروس میرزن، این رو در دل عروس شما اگه جا بدین، اگر 4 تا 5 تا 10 تا شعر از نظامی در دل عروس جا بدین، این اون هدیه بزرگ. و ما سود ما در اینجاست. عجیبه که آدم ها با این که همش صحبت سود و زیان میکنن، ضرر میکنه، سود داره، سود داره، سود نداره، ولی اصلا به سود خودشون کار نمیکنن، ضرر در ضرر. بل عصر ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر و زمان و روز و شب که همه تون زیان میکنه. فقط کسانی که ایمان میارن به زیبایی، به دانایی و نیکویی، این سساست که جاودانه است، این سساست که تا ایترنیتی شما رو همراه میکنه، این سساست که اسکندر با خودش برد، اون چیزا که با خودش نبرد مردم دیدن، اینا چیزاییست که میمونه برای شما، شما میمونی برای یکی دیگه، اونم میذاره برای یکی دیگه. به هیچ کس هم چیز وعده وفا نمیکنه. اصلا این عالم عالم وفا نیست، اصلا عالم نقش وفا بر سر یخ میزنه. ما یک مختصری در این آغاز سال نو کوتاه سخنی داشته باشیم در این که سود ما در چیه، زیان ما در چیه. دنبال سود باشین. این همه شرکت ها در دنیا هستن، همشون میخوان اون خط سودشون رو بیارن بالاتر، یه درجه بالاتر و بالاتر و بالاتر، بگن افتخار ما اینه که از اینجا به اینجا رسیدیم. در صورتی که شما یه وقت نگاه میکنیم اینیم که هیچی نداریم. در یکی از فکر میکنم یشت های زردشت آمده، یا هر جای دیگری در کتاب های زردشتی آمده، که روزی که انسان در از این عالم میره، اگه میخوان بفهمه که من چقدر دارم، اونو که میذاره که حالا اون خودشم از دیگران گرفته یا تولید کردن، ولی اونجا میفهم من چه ثروتی دارم یا ندارم. اگر در طولش نگاه میکنه که اون روز اون کودک یتیم رو من یه خنده‌ای بر لبش آوردم، دلش شاد شد، اون پدر رو
که بر نگران دخترش بود، من یک سخنی براش گفتم یا یک شعری براش خوندم که این حالش خوش شد، یا درهم و دیناری اگر داشتم به او دادم، این داره. یعنی هیچی گم نمیشه. یعنی گفتم که حتی خدام نمیتونه این از شما بگیره، چون این کار کردی شما، کردی که ناکرده نمیشه. شما اگه یه سکه، هزار تا سکه بندازی توی بانک فلان حرفا، بعدم یه وقت بانگی برآمد خواجه مرد، اون سکه ها میمونه، معلوم نیست به کی برسه اینا. ولی اگه یه سکه رو انداختی تو قلک یه کسی، تو دل زندگی یه کسی که شاد شد و خوشحال شد، این ثبت شد در برای ابدیت در چیز تو، در نام، در نامه اعمال تو ثبت شد. بنابراین ما سود ما در چیزهای موندگاره، مسلمه که به قول مولانا آب خواهی صاف، خواهی تیر رو، چون نمیماند دمی از دی مگو، نمیمونه. خب وقتی که نیست، چیزی که الان هست ولی بعدا نیست، همه الان نیست. کل شیء سوف یأتی فهو آت، اون چیزایی که بعدا خواهد اومد و اوردی اومده، اون مرگ و اون جدایی و حیل بینهم و ما یشتهون، اون که حائل میشه بین شما و همه مشتهیاتتون، اون که فکر میکنی که بعدم میاد، نه همه الان اومده، حالا ممکن 10 سال دیگه باشه، نه همه الانه. اما این چیزیست که هیچگاه از تو نمیتونم بگیرم که تو این دل رو شاد کردی، این علم رو آموختی، این سخن رو زنده کردی، این کتاب رو نوشتی، این هنر، اثر هنری رو، این چقدر سعادتمند بوده هندل که وقتی این آهنگ رو میسازه، آهنگ مسایا رو میسازه، یه نشسته بوده از شادی گریه میکرده. اون پیشکارش فکر میکنه که چی شده اینا، میپرسه استاد چی شده گریه میکنی شما؟ گفت برای اینکه من بهشت رو دیدم، این آهنگ رو نوشتم. این شرح جمال بهشته، شرح جمال زیبایی هاییست که ما در پیش رو داریم. به قول یکی از، فکر میکنم از ستایشگران شومان یا شوبرت، اینا گفتن که هیچ کس به اندازه موزارت اون چرا که ما به تمسش داریم میریم بر ما توضیح نداده. اون گفته که ببین چه خبر، ببین اونجا روی موسیقی راه میری، اونجا روی دوره میفاسولاسی راه میری، روی رقص حرکت میکنی، تمام وجد و شور و نشاطه. ما امسال بیایم یه خورده به سود و زیان فکر بکنیم که این سود داره یعنی چی؟ چه سودی داره؟ هر چیزی رو در نظر بگیریم، میبینیم نه این سود نداره، این شرمندگی داره. چه بسیار کارها که آدم ها میکنن. اخیراً یه مطلبی نوشیم که این هیچ شکنجهی در عالم بدتر از شرمندگی نیست. برای اینکه میکشه آدم ها رو، دیده شده که آدم هایی از شرم سرشون کردن پایین، دیگه بالا نکردن. یعنی چیز انسانه، قاتل همه هویت آدمیزاده شرم. بنابراین فکر بکن سود اون چیزیست که مایه سربلندی و شکوه و عظمت انسانی باشه. آدم باید وقتی راه میره، من اینو همیشه اشاره کردم که راه که میریم باید معلومش که آدمیزاد داره راه میره، گاب نیست، گوسفند نیست، چطور نیست، این آدمیزاد با شکوه ایمان، با شکوه اعتقاد به این ابدیت، به اینکه من حالا 4 روز اومدم اینجا، پادشاه، معلومه که این قراره که یه جایی تختش یه جای دیگه گذاشتن، حالا اومده اینجا داره رد میشه. ما بایستی که راه رفتنمون، اینکه در زیبایی گفتیم، زیبایی رو وارد جزئیات زندگی باید بکنن، زیبایی که شما راه رفتنه. آدمی که با ادبیات آشنا میشه، با موسیقی آشنا میشه، با حکمت و معرفت آشنا میشه، عشق میورزه و شفقت و محبت و مهربانی داره، این آدم فرق میکنه راه رفتنش، لکلوک راه نمیره با چیز، حرف زدنش هم فرق میکنه، با شوع و عشق و زندگی حرف میزنه. ما
اولا باید خودمون سرمایه دار بکنیم و بتونیم ببخشیم به چیزهایی. من توصیه‌ام به همه عزیزان، به خودم، به همه عزیزان اینه که ما باید که سرمایه گذاری بکنیم. مادر من یکی از سرمایه دارترین چیز بود، افراد خانواده بود، برای اینکه هر کس می اومد یا هیچ کس مایوس نمی کرد، یه شعری برای اون میخوند، یه مطلبی برای اون میگفت، یه آیه از بایبل، از که بایبل هم تمام زیر زبر کرده بود، اینها این قصه ها رو برای بچه ها تعریف میکرد. این سرمایه‌دار بود. چنین مردم میترسن که ما چهار روز دیگه پیر میشیم، اینا هیچ کس به ما توجه نمیکنه. خب برای چی توجه بکنه؟ مردم به زیبایی دان و نیکویی علاقه دارن. تو اینا رو از خودت دور نکن. وقتی که مصاحبتت با زیبایی و دانایی نیکویی دائم شد، اون وقت هر چی که حرف بزنی یا از زیبایی یا کار خیر و خوبه که اونم انقدر زیباست که حیرت میکنه آدم، که هضم میکنه آدم، دلش میخواد تعریف بکنه. همیشه آدم باید کارهایی رو بکنه که دلش بخواد که برای یه عده تعریف بکنه که من این کارو کردم، نه اینکه سه هفت تا چیز قایم بکنه، پنهان بکنه و روش نشه که اینها رو به زبان بیاره یا به شکل یا عکس بگیره، اینها نباشه. برابر این سرمایه گذاری رو من توصیه میکنم. البته تمام توصیه های ما در همین جهت بوده، ولی امسال تأکید میکنم روی این که ما بیاییم قصه های جهان رو بخونیم. قصه های جهان یکی دوتا هم نیست. این تو فکر نکنید که الان میخونیم تموم میشه میره. هرچی قصه خوب بخونی باز یه قصه دیگه هست، باز یه قصه دیگه هست. و این قصه ها Ocean of Stories، اقیانوس داستان هست، که هم کتاب رو من در اساس در هند دیدم و هم بعد دیدم که ادبیات خودمونم همینطوره. کلیر و دمنه 40 تا داستان فقط در کلیر و دمنه هست که آدم هضم میکنه. یکیش من حالا نقل بکنم، یکیش قصه اون دوستیست که آمده بود توی خانه‌ای، یعنی پرید ناگهان. یه زنی بود که با شوهرش قهر کرده بود و هرچه ناز میکشید و اینا مشکلش حل نمیشد، تا اینکه یه شبی دوست حواسش نبود که اینا تو اتاق هستن، پرید توی اتاق وسط این زن و شوهر. زن از هولش پرید بغل شوهرش، شوهرم رو شکست به دوست، گفتش که خدا خیرت بده که اینو بالاخره به بر ما چیز کردی، اینو به ما باز رسوندی. برابر این داستان هست، داستان‌های زیبا هست که همین نظامی هم اینا رو با تفسیر رو بیان کرده. بعد داستان‌های هندی هست، داستان‌های چینی هست، داستان‌های اون بلبلی که چیز نقل کرده، کریستیان آندرسون نقل کرده داستان بلبل، داستان به نام بلبل. 1000 درجه از همه بلبل‌ها که کنسرت دادن اینا بالاتره اون داستان. خیلی داستان من توصیه می‌کنم. مثلا همه این داستان‌های خوب خوندنیه، فقط بچه‌ها نیستن. ما داستان‌های هانس کریستیان آندرسون رو بخونین، داستان‌های برادران گریم رو بخونین، داستان‌های 1001 شب رو بخونین. 1001 شب هم شگفت‌آور، این که این رفتن یه 40 دزد بغداد 40 تا آدم دانشمند بودن که رفتن از این ور اون ور چیز کردن، جمع‌آوری کردن اینا رو در یه چیزی به نام کتاب، حالا اسمش صندوق میذارن، اسم کتاب گذاشتن توی قاری که اون کتاب باشه. اینو علی بابا هم خبر شده که میتونه بره اونجا و بعد فقط کافیه که شما بگین Open Sesame، فیلمشو شما دیدین به انگلیسی اینا، Open Sesame سمسم ای سمسم افتته یا سمسم ای سمسم باز شو، و این باز میشه. این کتاب اونجا گذاشتن، این باز میشه، پر از علم، پر از دانش، پر از حکمت، پر از نشاط و شادی و جوانی. کسی پیر نمیشه اصلا، پیر نگردد که در بهشت برین است. صحبت پیری رو نکنید. آدمیزاد یه چیز جاودانه است. آدمیزاد هر روز جوانتر میتونه بشه، هر روز شور و نشاط تازه میتونه پیدا کنه. مولانا گفته که به علت این که شما میبینید که بعضی از عرفا کار بچگانه میکنن، برای اینکه بچن، یعنی از شور و نشاط بچگی و سادگی نمیدونن که چیکار بکنن. بنابراین من
زیاد این از این صحبت رو بخوایم ادامه بدین ساعت هم که طول بکشه، ولی من توصیه میکنم که کتاب های خوب بسیار زیاده، من خودم هم راهنمایی هم کردم، حالا بیشتر از این هم خواهم گفت، ولی کتاب های داستان های ادبیات فارسی افراد مختلفی نوشتن و این داستان ها خوندنیه و بعد تعریف کردنی هم هست و آدم خودش از شور و نشاط پر میشه، بچه های دیگه و اینها هم میتونه همه رو خانواده رو گرم بکنه. قصه ها خیلی گاهی اوقات این من مکرر اینو گفتم که یونگ چیز ببخشید گوته وقتی پرسیدن بزرگترین لذت تو چی بوده گفته خوندنی که نمایش نامه شاکونتالا، و این خیلی حرف مهمیه، بفهمید که نمیتونی تو این همچین لذتی بهت نمیرسه، چی میخوای لذت ببری که لذت که هنوز از غرغون پایین نرفته خبر نبودنش و خبر مرگش رو به شما میدن که نیست دیگه. بنابراین این قصه ها رو من توصیه میکنم که گردآوری کنید، منم لیست کاملی تری از اینها تهیه میکنم، چه از ایران، این چیزا ایرانی و فرنگی و غرب و شرق و اینها نداره، اینها بینش های بشریه که به صورت قصه در اومده. انشالله امسال سالی باشه که ما سرمایه گذاری کنیم، اگه 95 سالتونم شد یک بچه که کوچیکی میاد اونجا یه قصه داری که براش بخونیم انشالله.